بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. سلام عرض میکنم خدمت شما بینندگان عزیز شبکه قرآن و معارف سیما و برنامه زیبای شمسه که با موضوع آموزش روحانی، تجوید مفاهیم و حفظ قرآن در خدمت شماست و امیدوارم که از این برنامه استفاده کرده باشین. همچنین سلام عرض میکنم خدمت نوجوانان عزیزی که اینجا در خدمتشون هستیم و همکاران بزرگواری که زحمت ضبط و تدوین این برنامه رو بر عهده دارند. خب ما در برنامه‌های گذشته نکاتی رو در مورد حفظ قرآن خدمت شما و بینندگان عزیز عرض کردیم و رسیدیم به بحث بسیار مهم مرور محفوظات و روش‌های مرور محفوظات. باید بیای بالا تا بفهمی که عشق شیرینه، اون که با یک اشاره عاشق شد. در جلسات گذشته روش‌های متنوعی رو خدمت شما عرض کردیم که به هر حال هر کدوم از اونها مزیت‌هایی داشتن و در مواردی میشد از اونها استفاده کرد. مفصل در برنامه گذشته در مورد اونها گفتگو کردیم. از روش‌های فردی به تدریج رسیدیم به روش‌های جمعی و امروز می‌خوایم روش مهمی رو عرض کنیم و اون پرسش و پاسخ هست. روشی که به هر حال در مسابقات، آزمون‌ها و در کلاس‌های حفظ قرآن و جلسات عمومی که در مورد حفظ قرآن تشکیل میشه از این روش استفاده میشه. اکثر حافظان قرآن با این روش آشنا هستند و البته بسیار روش حائز اهمیت و مهمی است. مزیت‌هایی داره که من دو تا از اونها رو خدمتتون ذکر میکنم. در برنامه گذشته عرض کردیم که در مورد مباحثه روش‌های جمعی به نسبت روش‌های فردی چون تمرکز بیشتری مطالبه میکنه و حضور افراد بیشتر در واقع رسمیت بیشتری به تلاوت ما میده، فی نفسه خودش یک مزیت محسوب میشه برای روش پرسش و پاسخ. شما وقتی پاسخگوی پرسش های دیگران هستید این بسیار حائز اهمیت هست. اگر فرد پرسش کننده خودش حافظ قرآن یا استاد حفظ قرآن باشه یا در جلسه رسمی، جلسه عمومی این کار انجام بشه، اهمیت و ارزش این روش رو بیشتر میکنه. اما نکته بسیار مهمی که منحصراً در روش پرسش و پاسخ قرار داره این هستش که شما وقتی از روش‌های دیگری که ما تاکنون از اونا صحبت کردیم استفاده میکنید، از یک آیه، یک بخش از قرآن شروع میکنید و مستمراً آیات رو پشت سر هم تلاوت میکنید. اما وقتی پرسش و پاسخ انجام میشه، ذهن شما به عنوان پاسخگو با آیات متنوعی از مکانهای مختلف از محفوظات شما آشنا میشه و درگیر میشه و این جریان پیدا کردن ذهن شما در مجموعه محفوظات خودش بسیار مهم هست. بعضی از افراد که در مسابقات شرکت میکنن و قبلا کمتر با پرسش مواجه شدن، وقتی که در برابر داوران با پرسش‌های متنوعی روبرو میشن هم اضطراب پیدا میکنن و هم ممکنه آیات رو به یاد نیارن. بنابراین حتما توصیه میکنم به شما و بینندگان عزیز، به ویژه کسانی که در فکر مثلا شرکت در مسابقات حفظ قرآن، آزمون‌هایی که در کشور ما برای حفظ قرآن برگزار میشه، در فکر شرکت در اینها هستن، توصیه میکنم حتما از روش پرسش و پاسخ استفاده کنید. بسیار خب، ما تا آیه 17 سوره مبارکه قاف رو با هم خوندیم و شما انشالله حفظ کردید. امروز هم آیه 18 رو میخوایم مرور کنیم. قرآن ها رو باز کنید، بینندگان عزیز ما هم قرآن ها رو باز کنن، هم با دقت از روی قرآن نگاه کنن. صفحه 518 هست از قرآن های رایج و هم تلاوت اون رو همراه با این برنامه گوش کنند. تلاوت بسیار زیبای استاد منشاوی. ما ينفق من قول الا لديه رقيب عتيد. چه آیه زیبا و هشدار دهنده است که هر کلمه و لفظی که از دهان انسان خارج میشه مراقب او هستند فرشتگان و اون رو یادداشت میکنن. بعد خیلی مراقب باشیم که هر چیزی رو نگیم. خیلی خوب، ما همین روش پرسش و پاسخ رو امروز می‌خوایم در کلاس اجرا کنیم. من ابتدا از آیه
علیاری میخوام خواهش کنم که از ابتدای سوره مبارکه قاف چند آیه رو از حفظ برای ما تلاوت کنند. بفرمایید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قاف والقرآن المجید. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. أحسنتم. البته این ترابا وقتی به ذلك میرسه چه اتفاق میفته؟ چه قاعده اینجا داریم؟ اخفا هست. شما رعایت نکردین ولی در مجموع تجربتون خوب بود. اینجا رو کمی بی‌دقتی کردین. آقای قیصری به عنوان نفر دوم، من از شما خواهش می‌کنم که از آیه ششم تلاوت کنید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. افلم ینظروا الی السماء فوقهم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. احسنتم، خیلی عالی بود. خب سوال سوم رو من از جناب آقای عباس‌زاده میخوام بپرسم. تلاوت بفرمایید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. كذبت قبلهم قوم نوح. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. أحسنتم، خیلی متشکرم آقای عباس‌زاده. ما سعی کردیم روش پرسش و پاسخ رو خیلی البته مختصر در حد همین چند آیه سوره مبارکه قاف برای شما بینندگان عزیز و به خصوص برای معلمان قرآن نشون بدیم تا استفاده کنن از این روش ها. البته روش های پرسش بسیار متنوع هست و اتفاقا کسانی که معلم حفظ هستن باید بدونن که یکی از ابزارهای مهم برای تنوع بخشیدن به کلاس و جلسه حفظ بحث روش های متنوعی است که در پرسش و پاسخ وجود داره. حالا ما سعی میکنیم در برنامه‌های آتی هم از این روش استفاده کنیم تا الگویی بشه برای بینندگان و معلمان حفظ قرآن کریم. بسیار خوب، برنامه بسیار خوبی بود. در خدمت شما بودیم و همگی در خدمت قرآن کریم تا برنامه آینده که انشالله آیات دیگری از سوره مبارکه قاف رو با هم بخونیم. همه شما رو به خداوند متعال میسپارم با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. الله